وهابیون در طول تاریخ با تکیه بر اندیشه و اعتقادات انحرافی و افراطی پدر معنوی خود یعنی ابن تیمیه همواره در موضوعات مختلف مرتبط با قبر و قبور فتواهای تحریمی عجیب و غریبی داشتند که حتی با سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله علی در تعارض و تناقض بوده است اما حالا اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که روند تدفین غیر مسلمانان در این کشور در حال تسهیل شدن است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بیش از یک قرن از جنایت تخریب حرم و قبور ائمه اطهار علیه مسلم در قبرستان بقی در شهر مدینه منوره زمان می گذارد. اقدامی که با تکیه بر نظرات و فتواهای افراطی و منحرف ابن تیمیه تئوریسین و مغز متفکر وهابی بود انجام شد وهابیون نه تنها حرم بقی را تخریب کرده بلکه با زیارت قبور هم مشکل دارند و آن را بدعت می دانند و بر همین اساس با برپا کردن دیوارهایی در فاصله چند متری قبور ائمه بقی علیه مسلم مانع زیارت قبور توسط شیعیان می شوند زیرا زیارت اهل قبور و توسل به ائمه و افراد نیک و صالح را بدعت و شرک می دانند. اما در این میان رسانه های محلی سعودی گزارش دادند که مقام های این کشور قصد دارند قبرستان های بیشتری را برای غیر مسلمانان ایجاد کنند تا روند دفن مردگان را تسهیل کنند در همین حال وزارت شهرداری دهیاری و مسکن عربستان به شهرداران استانهای مختلف دستور داد تا اماکن بیشتری به منظور ساخت قبرستان برای غیر مسلمانان پیدا کنند به گفته آنان این کار مراسم تدفین کسانی را که در عربستان می میرند آسانتر می کنند. روزنامه اوکاز از مطبوعات نزدیک به خاندان آل سعود با انتشار گزارشی در این باره نوشت تلاش ها برای تسهیل دفن غیر مسلمانان شامل آماده سازی قبرستان ها و امکان دریافت گواهی فوت الکترونیکی فوری به جای گواهی های صادر از بیمارستان های وزارت بهداشت می شود. این گزارش افسود تا سال 2012 مقام های سعودی از دفن غیر مسلمانان در این کشور خودداری می کردن و هیچ گورستانی برای غیر مسلمانان در عربستان وجود نداشت به استثنای یک قبرستان مسیحیان در شهر جده که به قبرستان خواجات معروف بود که قدمت این قبرستان به حدود 500 سال پیش باز می گردد. در سال 2012 مقام های سعودی برای اولین بار در تاریخ خود اجازه دفن غیر مسلمانان را در قبرستان مسیحیان در جده در منطقه حجاز عربستان دادند این اقدام پس از انتقادهای حقوق بشری علیه حکومت سعودی صورت گرفت که اجساد غیر مسلمانان را به خارج از این کشور می‌فرستاد. علی اکبری اخبار شیعه